زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم. زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم. گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم. چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه. ور بنهی پا بنهم، هرچه بیابم شکنم. زان که دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود، گر طربی در طربم، گر حزنی در حزنم. تلخ کنی تلخ شوم، لطف کنی لطف شوم. با تو خوش است ای صنم لب شکر خوش ذقنم. اصل توی من چه کسم، آینه ای در کف تو. اصل توی من چه کسم، آینه ای در کف تو. هرچه نمایی بشوم، آینه ممتحنم. تو به صفت سرو چمن، من به صفت سایه تو. چون که شدم سایه گل، پهلوی گل خیمه زنم. بی تو اگر گل شکنم، خار شود در کف من. ور همه خارم ز تو، من جمله گل و یاسمنم. دم به دم از خون جگر، ساغر خونابه کشم. هر نفسی کوزه خود، بر در ساقی شکنم. دست برم هر نفسی سوی گریبان بتی، تا بخراشد رخ من، تا بدرد پیرهنم. لطف صلاح دل و دین، تافت میان دل من. شمع دل است او به جهان، من کیم او را لگنم. خب مستحضر هستید که در سلسله مباحث قبلی که سعی کردیم من رو از دیدگاه مولانا بشکافیم و از دیدگاه ایشان من رو واکاوی بکنیم و من و من من و من 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 که مولانا در اشعارش به آن اشاره می کند، اینها رو تا حدودی بررسی کنیم و از نظر کلی منظور ایشان را توجه کنیم. خب فرمود زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم. گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم. این که مولانا می فرماید زین دو هزاران من و ما، چند معنی می تواند داشته باشد. یکی این که همه ما منهایی هستیم که در کنار هم هستیم. اکنون در این جلسه پرشان و عظمت، دوستان عزیزی که حضور دارند، هر کدام می توانند به وجود خود اشاره کنند و بفرمایند من. و همه ماها منی داریم در درون خود که با آن سر و کار داریم. روزانه حداقل 50-60 بار این من رو به کار می بریم در لفظ و در درون خودمون. این من چه میتواند باشد؟ علاوه بر این منهایی که هست، من یعنی افراد انسانی که مجموعاً ما رو تشکیل میده، مولانا میگه زین دو هزاران من و ما. دو هزاران، هزار در ادبیات به مفهوم بسیار زیاد و فراوان هست. چون در ادبیات نمیشه ارقام بسیار بزرگ را آورد، معمولا قدما از هزار برای بیان بسیار و بیشترین مقدار استفاده کردند. این که میفرماید دو هزاران، یعنی
هزار هزار و بیشتر از هزار، یعنی نشان از تعدد و فراوانی دارد. این منها که جمع می شود یک ماه، اما خود ماها با هم جمع می شود و باز هم می شود ماه. اگر ما از نظر فلسفی و تفکر فلسفی نگاه کنیم، هر کدام از ما من هستیم و در مجموع افراد انسانی ما هستیم و ماهای دیگری تشکیل می شود. ما احتمالاً جزو چند انجمن در چند گروه باشیم و در یک گروه شاگرد باشیم، در یک گروه معلم باشیم، در یک گروه همراه و مشارک باشیم و گروه های متفاوتی که در جامعه هستیم. در حقیقت ماهای ما هم متفاوت است، همچنان که منهای ما متفاوت است. من از دیدگاه خود ما می توانیم بررسی کنیم که منهایی که انسانها دارند، من شما، من تک تک ماهایی که اینجا هستیم و مجموعاً ما و مای ما رو تشکیل می دهد. اما اگر به صورت انفرادی هم نگاه کنیم باز چنین هستیم. من میگویم دست من، پای من، قلب من، چشم من، نظر من، عقیده من، اینها چیست؟ اینها چگونه اشاره هایی است که ما میکنیم؟ علاوه بر اینکه منها در اجتماع بسیار فراوان هستند و تشکیل ما میدهند، خود من درون خودم منهای فراوان دارم. منی که خشمگین می شود، منی که مهر می ورزد، منی که دوست می دارد، منی که دوست داشته می شود و منهای فراوان. با این حساب شما عنایت می فرمایید که منهای بسیار متعدد در وجود ما و در درون ما هست و ما متشکل از هزاران هزار من هستیم. منصوبین ما، پدر من، مادر من، برادر من، خواهر من، همسر من، فرزند من، اینها همه منصوب به من هستند. ما آن مضاف ها را میشناسیم. دست من میدانم که دست چیست و به آن به من اشاره میکنم. پای من، چشم من، تا حدودی میدانیم که چیست. اما آنچه که به آن اضافه می شود و مضاف الیه رو و اصلی ترین مسئله رو ما نمی شناسیم که آن من چیست؟ چه چیزی است که ما تعبیر به من می کنیم؟ چه چیزی است که ما وقتی می گوییم دست من و پای من، آن منی که در مضاف الیه اینها واقع می شود چیست؟ این حقیقت اضافی به قول فلاسفه چیست؟ حقیقتی که اضافه می شود به یک حقیقت دیگر، حقیقت مضاف. مانند اضافه ملکی، مثلا میگیم کتاب حسن یک اضافه ملکی هست و البته این خودش یک نوع اضافه فلسفی است، یعنی چیزی به چیزی دیگر اضافه می شود و اولی از دومی هویت می یابد. این کتاب اگر باشد که کتاب رو همه می دانند، ولی حسن رو وقتی کنار کتاب آوردیم و گفتیم کتاب حسن، آن وقت هست که ما این کتاب رو منسوب می کنیم به حسن و به واسطه حسن این کتاب معرفه می شود و شناخته می شود. و اگر ما حسن را نشناسیم طبیعتاً کتاب را نخواهیم شناخت. می گوییم کتاب خدا، این کتاب اضافه می شود به وجود خدا و اگر ما خدا رو نشناسیم نخواهیم توانست که کتاب رو درک بکنیم. همچنین است وقتی می گویم دست من و پای من و چشم من. این من باید شناخته شود. منظور از این من در حقیقت چیست و چگونه می تواند باشد؟ مولانا می فرماید زین دو هزاران من و ما، این منهایی که من دارم آیا تبدیل ما به ما می شود؟ بله، چیزهایی هست که من میگم مثلا کلاس ما، کتاب ما، خودم رو با دیگران هم مشارکت می دهم و شریک قرار می دهم و با اونها سخن می گویم. خب این بحث فلسفی بسیار
طولانی و دراز است، نمیخواهم که خیلی مصدع اوقات بشوم، ولی میخواهم مسئله رو مطرح کنیم تا آنچه که مولانا فرموده است شاید بتوانیم به شمه ای از آن دست بیابیم. اینجاست که میگه زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم. این همه منهایی که در وجود مولانا هست، هزاران هزار من و هزاران هزار ما که در وجود شخصی مثل مولانا هست و در وجود همه ما هست، این من و ماها و هزاران من و ماها عجیب است که در یک من هویت پیدا می کند. ای عجبا من چه منم. مولانا شعر دیگری دارد، غزل دیگری دارد که انشالله اون رو براتون خواهم خوند، که میگه در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری. در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را وا نمایم که از قمر روشنتری. اندر آ در باغ تا ناموس گلشن بشکند، زان که از صد باغ و گلشن خوشتر و گلشنتری. تا که سرو از شرم قدت قد خود پنهان کند، تا زبان اندر کشد سوسن که تو سوسنتری. وقت لطف شمع جان مانند مومی نرم و نرم و رام، وقت لطف شمع جان مانند مومی نرم و رام، وقت ناز از آهن پولاد تو آهنتری. چون فلک سرکش مباش ای نازنین، که از ناز او نرم گردی چون زمین، گر از فلک توسن تری. زان برون انداخت جوشن حمزه وقت کارزار، که از هزاران حسن و جوشن روح را جوشن تری. اشاره به همون قصه ای هست که در جنگ احد جناب حمزه سید الشهدا سپر و آنکه جوشنی که داشت انداخت، گفتند رسم جنگاوری و رسم جنگیدن نیست که شما در هنگامه جنگ و وقتی میخواهی به میدان بروی این جوشن و این سپر رو بیاندازی و آن کلاه و خود و موارد دیگر که سلاح‌ها رو از خودت دور کنی. گفت من میخواهم از همه چیز مبرا باشم، از پیراهن و آهن مبرا باشم و میخواهم از خود بیرون شوم، آن من من را میجویم. او از من مهربان تر است و خدا جوشن تر است از این جوشنی که من در بر دارم. همچنین است خداوند سوسن تر است از هر سوسنی که در جهان هست، نورانی تر است از هر خورشیدی که هست، روشن تر است از هر قمر و گلشن تر از هر باغ و آهن تر از هر پولاد و آهن و زره. زان برون انداخت جوشن حمزه وقت کارزار، که از هزاران حسن و جوشن روح را جوشن تری. زان سبب هر خلوتی سوراخ روزن را ببست، که از برای روشنی تو خانه را روشن تری. محبوب و معشوق آمده در شب داخل خانه، این درها رو بسته و خلوت سرایی کرده از خانه را. اگر کسی بگوید که بگذار نور بیرون بتابد، نور مهتاب یا نور آفتاب بتابد در درون، میگوید این جمال جمیل و زیبای معشوق از همه زیباتر است، از همه نورانی تر است. من پی چه نوری باشم که نورانی تر از
وجه معشوق و محبوبم باشد و هر چه که بیابم وجه معشوق و وجه الله از آن نورانیتر و زیباتر است. مولانا راجب من حدود 30 غزل دارد تقریبا اگر احصا کنیم که مسائل این چنینی رو مطرح کرده است و ما به عنوان نمونه یکی رو برداشتیم یا نهایتا دو تا رو که اینها رو بررسی می‌کنیم و در سایر موارد این منها خود رو نشان خواهد داد و میتونیم با مطالعه با توجه به سابقه ذهنی که ایجاد شده است میتوانیم آن 30-40 غزل رو هم به راحتی متوجه باشیم. مولانا این منی که میگوید، گفتیم دست من، گوش من، چشم من، یک حدیث هست که حدیث قدسی هست که همه شما با آن آشنا هستید، حدیث نوافل مشهور هست که خداوند می‌فرماید که ما یتقرب الی عبدی من النوافل، هیچ بنده‌ای از نوافل به من نزدیک نمی‌شود، با نافله ها و با مستحبات به من نزدیک نمی‌شود الا مگر آنکه کنت سمعه الذی یسمع بها، من گوش او خواهم بود که او با آن خواهد شنید، و کنت بصره الذی یبصر بها، و چشم او خواهم بود که با چشم با آن چشم خواهد دید، و کنت یده التی یبطش بها، و دست او خواهم بود که با آن اشیا رو تکان می دهد و با آن کار می کند، و کنت رجله التی یمشی بها، و پای او خواهم بود که با آن راه خواهد رفت. حالا این حدیث رو بگذاریم در بحث همون دست من، چشم من، پای من، و در اینجا به نکته خیلی مهمی پی خواهیم برد. آنچه می‌فرماید عجبا من چه منم، این من بودن من از آن سائقه هست و از آن وسیله هست. وقتی که دست من دست خدا باشد، چشم من چشم خدا و گوش من گوش خدا باشد، من عجیبی خواهد بود. و در حقیقت وقتی می‌گوییم روح من، این روحی که خداوند در ما دمیده است و روح الارواحی که در ما دمیده شده است و نفخت و فیه من روحی فرمود، من در روح از روح خود در وجود او دمیدم، وقتی که همه منها که قبلا اشاره کردیم که منها معمولا اشاره به روح است یا اشاره به نفس است، اشاره به دست و پا و گوش و سر رو گفتیم، یک من هست که اشاره به نفس انسان هست، نفسی که از طبایع و درونیات انسان برمیخیزد که البته راجع به آن در اون غزل بسیار زیبای پوشیده چون جان میروی اندر میان جان من، در اونجا بسیار سخن گفتیم و مفصلا راجع به این بحث کردیم، بنابراین اعاده نمی کنم اون بحث رو. آنجا گفتیم که وقتی که اشاره به من می شود همون جان هست، روح هست و نه نفس. این نفس مرتکب کسرات است، نفس مرتکب تعدد است و این تعددات است که نفس رو می سازد. من خشمگین و من مهربان، منی که دوست می دارم، منی که دشمن می دارم، اینها معروف به نفس انسانی است. اما اگر ما دقیق تر بخواهیم بدانیم، آن منی که در وجود ما هست، من اشاره به روح هست و آن روح چیزی جز روح الهی نیست که در درون جان ما نهفته است. بنابراین این من که گفته می شود همان روح حقیقی و روح والا و همان خداوند متعال است. همچنان که
من چشمم چشم خدایی می شود و دستم دست خدایی و پایم پای خداوندی می شود، روحم نیز البته خدایی است و روحم نیز از آن خداوند است. پس اساساً این من نیستم که هستم، او هست که در من هست. من نیستم که سخن میگویم، اوست که از زبان من سخن میگوید. من نیستم که میبینم، اوست که از چشم من میبیند. من نیستم که گوش میکنم، اوست که از گوش من گوش میکند. و حتی دستی که میبرم، من نیستم که چیزی را میگیرم، اوست که میگیرد. و این همان مبحث مهم و اساسی وحدت وجود هست که عرف اساس تفکرات عرفا رو تشکیل میدهد. آیه زیبایی هست در قرآن که دو بار لا اله الا هو در آن آمده است که استثناء هست در نوع خودش. میفرماید که شهد الله انه لا اله الا هو، خداوند شهادت داد که هیچ معبودی، هیچ الهی جز الله نیست، هیچ الهی جز او نیست. شهادت دادن خداوند چه معنی میدهد؟ شهود اساسا یعنی چه؟ خود خداوند به چه چیزی نگاه می کند و می گوید که لا اله الا هو؟ اینجا شاهد خداوند است. چه کسی شاهد است؟ خداوند است که شهادت می دهد، شهود می کند. چه چیزی را مشاهده می کند؟ هم خود را مشاهده می کند، هم خود را می بیند. پس مشهود هم همان خود خداست. خداوند شهادت می دهد، خداوند خود را می بیند و شهادت می دهد. و یک فرایند هم هست که فرایند شهود هست. در چیزی که ما می بینیم سه فرایند وجود دارد. وقتی من به این لیوان نگاه می کنم، به این میز نگاه می کنم، سه فرایند اتفاق می افتد. یک بیننده، ناظر، آن کسی که میبیند. یکی دیده شده، اینجا مثلا به میز نگاه میکنم و میز دیده شده است. و یک فرایند دیدن هست، فرایند دیدار هست که اتفاق میفتد. در هر دیدن سه عنصر و سه مؤلفه وجود داره. یک بیننده، دیگر آنچه دیده میشود، و سوم فرایند دیدار، فرایند بینش، فرایند بصیرت. اینجا هم همچنین هست. یک شاهد هست که شهادت میدهد، میبیند. یک مشهود هست که دیده میشود و یک فرایندی هست که این دو را به هم، بیننده و دیده شده را به هم دیگه متصل میکند و آن فرایند، فرایند دیدار و دیدن و شهود هست. وقتی من نگاه می کنم به جهان، بیننده یک کس دیگری است، میز چیز دیگری است، وجود دیگری است، و فرایند بین بینندگی و دیده شدن فرایند دیگری است. پس در مورد من این سه فرایند از هم جدا هستند. اما در مورد خداوند چگونه هست؟ وقتی خداوند میفرماید شهد الله انه لا اله الا هو، خداوند شاهد است. شاهد چیست؟ مشهود کیست؟ خود خداوند است. خداوند خودش را دیده است. و فرایند شهود هم مربوط به خود خداوند است. این فرایند رو چه کسی ایجاد کرده؟ این جریان شهود رو چه کسی ایجاد کرده؟ همون ایجاد کرده است. اگر چیزی در مورد ما سگانه هست، در مورد خداوند یگانه هست و مفهوم وحدت و توحید هم همینه. یعنی وجود خداوند وابسته هست به این سه. اگر بگوییم یک خدایی میبیند،
خدای دیگری دیده می شود و خدای دیگری فرایند دیدن رو فراهم می آورد، اینجا مشرک شده ایم و شرک ورزیده ایم. بنابراین در این بحث، در بحث اساسی شهود و شاهد و مشهود، هر سه یکی هستند و خداوند هم میبیند، هم دیده شونده هست و هم کسی است که این فرایند دیدگی و دیده شدن رو راهنمایی میکند. بنابراین جز یکی بیشتر نمیتواند باشد. اکنون این منها را اگر نگاه کنیم و من من رو توجه بکنیم، این منتر بودن مربوط به اون هست، کسی که از من منتر باشد. چگونه میتواند از من منتر باشد؟ این فرایندهای شهودی رو کنار میگذاریم و با یک علم حضوری به درون خود توجه میکنیم. بلا فاصله با یک علم حضوری در درون خود این من رو مییابیم، همچنان که همه شما من رو یافتید. به شما بگویند آیا میدانید من چیست؟ خواهید فرمود بله میدانیم، من هستم. حالا اندازه ها متفاوته، منها هم متفاوته، بعضی منها بسیار پیچیده هست، بعضی ها بسیار بسیط و ساده هست، اما هرچه که باشد هر کسی منی دارد که آن من رو شناسا شده است و شناسایی کرده است و اون من رو درک کرده است. اکنون وقتی که با توجه به اون حدیث نوافل و روایت های دیگر و موارد متعددی که عرض کردم، وقتی که روح من هم همان روح الهی هست، در اینجا من اگر بخواهم سگانه بشوم و این سه با هم مترادف نباشد و این سه فرایند از هم جدا باشد، نشان دهنده شرک خواهد بود. اینجا ما ساده ترین شکلش رو عنوان کردیم، سه تا باشد، ممکن است در پیچیده ترین شکل هزار باشد، چرا که اوست که از چشم من میبیند، اوست که از گوش من میشنود، اوست که از زبان من سخن میگوید. برای تکمیل عرایزم، اگر هم حسرتون رو سر بردم عذر میخوام، چون بحث باید تا اینجا مطرح میشد، برای ادامه مباحث و تکمله عرایزم، مستحضر هستید که علما علم رو به دو گونه تقسیم کردند، علم حصولی و علم حضوری. علم حضوری یعنی آنچه که فرد در درون خودش حاضر باشد، حاضر و محضور و اون هزاره یکی باشد، هر سه به یک معنا باشد، مانند آن منی که مثال زدیم. من رو وقتی ما تصور میکنیم متوجه میشیم. این که من گرسنه هستم، آیا این حضوری هست یا حصولی هست؟ آیا حضور میتواند داشته باشد یا نه؟ من هستم، آیا این فرایند نیاز به حضور هست یا حصول هم نیاز؟ علم حصولی رو گفتند که یک سری مراتب رو آماده میکنند و حاصل میکنند علم رو، علمی که وجود دارد این رو میآیند و از طرق مختلف حاصل می کنند. مثلا دمای آب در چند درجه باشد، مثلا می جوشد، این رو میارن طبق قوانین علوم تجربی تجربه می کنند، آزمون می کنند و آنقدر استقرار می کنند این رو تا اینکه متوجه شوند که مثلا در چند درجه این می جوشد. این یک مسئله علم حصولی هست که توسط یک سری ابزارهایی که هست، عقل و منطق و روشهایی که هست، ما این علم رو حاصل میکنیم. اما واقعیت این است که به من نمیتوان شناخت حصولی داشت. شما این همه کتب عجیب و عظیم روانشناسان را ملاحظه بفرمایید، من تا جایی که مثلا دستم رسیده خواندم، ولی یک روانشناس رو ندیدم که من رو بتواند تعریف کنه. جلوه ها و وجه های از من رو بیان کردن روانشناسان بزرگ، تا جایی که اصلا وقتی نتونستن تعریف کنن، امثال مثلا کارل گوستاو یونگ
ایشون اومده گفته مثلا یه من جمعی باید داشته باشه. این من رو من نمیفهمم که چگونه هست، بیاید اسمشو بذاریم من جمعی یا من من. این من برخلاف فرایندهای حصولی علم که معمولا آزمایشگاه ها و کتاب ها و کتابخانه ها هستند که به وسیله آن علم ها حاصل می شوند، خارج از این فرایند، فرایندی است که علم حضوری باید داشته باشد و این من فقط با علم حضوری قابل حصول هست و غیر از آن به وسیله دیگری دست نخواهیم یافت. و در اینجا هست که شهد الله انه لا اله الا هو همان وجود مساوی و مسابق هست با وحدت، چون هر سه یکی هستند و وحدت مساوی است با وجود. دلیلش این هست که آن چیزی که مشاهده می کند واجد و موجود و خود وجود هر سه یکی هستند، اگر غیر از این باشد به شرک دچار شده ایم. و اینها همه پرده هایی از بحث وحدت وجود رو به ما نشان می دهد. البته فلاسفه گفتن وحدت و وجود مساوق هستند نه مساوی، و عرفا هم با اینها موافقند در این بحث. وحدت یعنی وحدت و وجود، وحدت مساوی وجود، وجود مساوی وحدت، چون غیر از آن با توجه به شرایطی که گفتیم ممکن نیست، انظر عقلی ممکن نیست. گفتند مساوی هست اما مساوق هم هست. فرق مساوی و مساوق آن است که در مساوی دو مفهوم وجود دارد و دو مصداق. ما دو مفهوم رو در نظر داریم و دو مصداق رو در نظر داریم. این مفهوم رو با آن مصداق و این مفهوم رو با آن مصداق تناظر می دهیم، نظیر به نظیر می کنیم و تساوی ایجاد می کنیم بینشان. اما مساوق آن است که دو مفهوم باشد و دو معنی باشد و یک مصداق. این بهش میگن مساوق هست نه مساوی. مثالی بزنیم، مثلا انسان زاهک، آنگونه که مثال زده اند علمای منطق، انسان زاهک یعنی چه؟ انسان یک مفهومی دارد در ذهن ما که ما آن مفهوم رو با این انسان تطبیق می دهیم و می گویم انسان همان شخص است، فلان کس است، فلان هست، فلان هست. و زاهک کسی که می خندد. زاهک در اینجا مساوی با انسان است و انسان زاهک است. حالا منطقیون گفتن که هیچ دیوار قادر به خندیدن نیست و حیوانات هم قادر به خندیدن نیستن، پرندگان قادر به خندیدن نیستن و خندیدن رو از مختصات انسان برشمردند. اما وقتی ما میگوییم انسان مساوی زاهک و زاهک مساوی انسان، در اینجا یک مسئله هست، جهت اینها با هم دیگه فرق میکنه. جهت اینها با همدیگر متفاوت است. در فلسفه قدر میگن اسپکت اینها با همدیگر چیه؟ متفاوت است. یعنی اینها با همدیگر جهتشون یکی نیست. انسان چیز دیگری است و زاهک چیز دیگری است و در جهت هم جهت نیستن. اما اگر برای مساوق بخواهیم معنی مثالی بیاوریم، میگیم انسان و حیوان ناطق. انسان مساوق هست با حیوان ناطق، چنانچه تساویش که مبرهن هست، مساوق بودن چیزی برتر از مساوی بودن هست. اما اینجا دو مفهومه ولی هر دو در یک مصداق تعین پیدا میکند. انسان همان انسان است و حیوان ناطق همان انسان است و دو مفهوم در یک مصداق با همدیگر همراهی میکنند و همجهت هستند. وحدت و وجود از این سنخه. وحدت همان وجود است و وجود همان وحدت است و اینها مساوق هستند. یعنی این که کلمه وجود و کلمه وحدت یک تعبیر هست برای یک وجود،
و وجود و وحدت وقتی یکی شدند، آن همان حضرت الله است. و در حقیقت وجود و وحدت مسابق هم هستند و همدیگر رو در یک مصداق در بر میگیرند، همدیگر رو سوق میدهند به یک مصداق، در حالی که در تساوی تسویه ایجاد میکنند، در کنار هم هستند. شما در ریاضیات محض هم این رو دارید، مفهوم مساوی رو اگر ما در ریاضیات محض در نظر بگیریم، میدانیم که یک چیزی این طرف هست و یک چیزی آن طرف، و اینها هرگز به همدیگر برخورد نمی کنند و همیشه در محاذات هم هستند و در مسیر هم هستند. یک مساویه یک، این یکی چخ آن یک نخواهد بود و آن یک دیگر یک قبلی نخواهد بود، اما یک مساویه یک است. اینها همچنان به صورت موازی و متوازی و متساوی با همدیگر حرکت خواهند کرد و هیچ وقت یکی نخواهند بود و هیچ وقت به همدیگر نخواهند رسید. هیچ یکی یک دیگر نیست و هیچ یک دیگری یک دیگر نیست، اما یک مساویه یک است. در این تعابیر این گونه هست، هیچ منی آن من دیگر نیست، منهایی که در وجود من است و منهایی که در همه جا ما میبینیم همشون یکی نیستند از آن دیدگاه، ولی نهایتاً اگر به من من رسیدیم، آن که از من منتر است، یا میگه ای عجبا من چه منم، وقتی میخواهد که چه من باشد باید اینها به همدیگر التصاق پیدا کند و در یک جا به هم برسد و مساوی نه بلکه مساوق هم باشند. وحدت و وجود، وجود غیر از واحد نمیتواند باشد، چون اگر وجود کثیر بود کثرت و شرک پدید می آید، چون وجودی غیر از وجود خداوند در جهان نیست. از اینکه یک مقدار مجبور بودیم این بحث فلسفی رو به این شکل بیان بکنیم، از توجهتون و از عنایتتون ممنونم. البته اهل فن چون بسیارند، اساتید بسیار فراوان هستند در جمع ما، این جرأت رو پیدا کردیم که اندکی فلسفی تر و یه مقدار حالا شاید قامز تر سخن بگیم تا اینکه مفهوم این بیت مشخص بشه. زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم، گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم. حالا میفرماید که این عربده من رو گوش کن. عربده صدایی است که معمولا مستان و کسانی که در عالم مستی هستن عربده میکشند. عربده کشیدن خب خیلی هم شاید بار مثبتی ندارد. یکی از کارهای مولانا این است که خیلی از کلمات رو از جهات خود جدا میکند و معنای جدیدتری به او میدهد که انصافا آدم فکر میکند میشود یعنی عربده را این گونه زیبا در یک متن بسیار عرفانی آورد، اما واقعا کلمه دیگری نمیتوانست حکایت این رو بکند. یک کسی عاشق شده است، هی به او میگویند سخن نگو، دهنت رو ببند. من عاشق شدم، میخواد به عالم رو، آدم رو خبر کنه، ای جماعت من عاشق شدم، نمیدانید معشوق من کیست، نمیدانید معشوق من چقدر دل رو باست، چقدر دل نشینه، چه دلبرانه نگاه میکند، چه دلبرانه سخن میگوید. یعنی وقتی که آن چیزی که بر درون انسان وارد می شود از حد و اندازه روحی و وسعت نفسانی او بالاتر باشد، دیگر او نمی تونه خود رو نگه دارد و نمی تواند آنچه را که در درونش دارد هویدا نکند. مثل آن زیبارویی که بس که زیبارو هست تاب مستوری ندارد. پریرو تاب مستوری ندارد، چو دربندیز روزن سر برآرد. آنقدر این واله و شیدای زیبایی خود شده است که نمیتواند تجلی نکند، نمیتواند به جهان سیت انالحق رو نیندازد، نمیتواند ساکت بنشیند و آن
سر عظیمی که در درون او هست این رو فاش نکند. این خاصیت عشقه. عقل میگوید که نگه دار، دهنت را ببند، و عاقلان دهان این عاشق را میبندند. اما عشق سر بر میآورد و عربده میکشد. خب برای اینکه چنین باشد دو راه وجود دارد، یا مست شود یا دیوانه. غیر از این عقلی که عقال است، عقل مستحضری که از ریشه عقال هست، عقال آن بندی است که عرب پای سوم و دوم، قسمت سوم و دوم پای شتر رو با اون می‌بندد. وقتی که شتر می‌نشیند پاش سه بار خم می‌شود و قسمت سوم از بالا، سوم و دوم رو با اون بند محکم می‌بندند که شتر دیگه نمی‌تونه بلند شه و حرکت کنه. عقل رو عرب از ریشه عقال آورده است، به همین معنی پایبند شتر. عقل چیزی است که پایبند عشق است و عشق رو هرگز رها نخواهد کرد که جولان کند و در جولانگاه محبت و مودت و عشق سخن گوید و حرکت کند. توسن عشق رو لجام خواهد زد تا اینکه نتواند آب ریزی کند. دو راه وجود دارد، یکی مستی و یکی دیوانگی، که شخص بتواند یا با مستی یا با دیوانگی از قید عقل و از رنج عقل برهد، از رنج عاقل بودن برهد و مستانه و شیدا و آزاد و رها بتواند خارج از این زندان عقل های و هویی کند و سر و دستی بیفشاند و کارهایی کند که عاقلان و عقلا آن را بد می‌دانند. کسی عاشق کسی شده است و می‌گویند سخن نگو. مجنون عاشق لیلی است، میره به پدرش میگه من عاشق هستم، میگه نه، بین دو قبیله جنگ ننداز، این جنگی اتفاق می‌افتد که بیا و ببین. و هر چه می‌کند نمی‌تواند، عقل مانعش می شود، ولی وقتی مجنون شد دیگر آن راه ها بسته می شود. دیوان کبیر و دیوان شمس تبریزی می توان گفت بیشتر از نصف آن، شاید دو سوم آن، شرح همین مستی و دیوانگی عاشقانه است. شرح مستی و دیوانگی. اگر ما مثنوی معنوی را عشق نامه بخوانیم، می توانیم البته دیوان شمس رو جنون نامه بنامیم و هیچ گزافه هم نگفتیم. اهل علم آنجا نشستن در قونیه، مولانا می خواهد سخنی بگوید، همه تعنیت می کنند، همه به او تشر می زنند که این حرف ها چگونه است، تو کافر شده ای، این بایستی جنون و جنونمند باشد، مجنون باشد که بتواند این چنین سخنان را بگوید. اینها رو، این سخنها رو نمیشه با عقل گفت. زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم، گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم. استاد شعر بنده جناب استاد عابد تبریزی حکایتی نقل می‌کردن، حالا بد نیست خدمت شما عرض بکنم. در این قصه‌ای که گفتیم که کسی که چیزی به دست بیاورد و عاشق چیزی باشد، یک سری در درون داشته باشد، این رو نمی‌تواند فاش نکند، حکایت می‌کرد که زمانی که من جوانی بودم، نصف شب ساعت 2:30 در زمستان‌های بسیار سرد تبریز که میگفت برف تا کمر آمده بود، یک دفعه دیدم در خونمون ساعت 2:30 نصف شب داره در خونمون رو میزنن. گفتم حتما یه اشتباهی، باز دوباره زدن، چند بار که زدن رفتم در رو باز کردم. میگفت یک دوستی داشتیم، این نقاش بزرگی بود، اسمش رو میگفت، من مع الاسف
یادم رفته اسمشون، میگفت دیدم ایشون هست با پای برهنه اومده داره گریه میکنه، چشاش چنان آبی میاد از چشاش، چنان گریه میکنه که یخ زده صورتش، بدون کفش و جوراب و اینها آمده و دستش یک تابلوی هست آورده. میگفت من گفتم الان چی، بیا تو بیا تو. خلاصه این رو بردم تو کنار بخاری، این دو نیم نصف شب زمستان تبریز با یک متر برف، چرا اومد اینجا؟ چیه؟ چی شده؟ کسی مرده؟ اتفاق افتاده؟ گفت نه، هیچ اتفاقی نیفتاد. من این تابلویی که الان آوردم ساعت 12 تمومش کردم، بعد دیدم هیچ کس نیست این تابلوی منو نگاه کنه، نشستم 2 ساعت گریه کردم، بعد دیگه طاقتم تاق شد، نتونستم خودم رو نگه دارم. گفتم تو این شهر یه نفر هست این تابلو رو اگه من ساعت 2:30 ببرم به نخواهد گفت که این دیوونه است، و البته خب دیگه معلوم است که چه دیوانه ای هم بوده، ماشاءالله این جرأت میخواد. به هر حال فقط کس یک نفر بود که من امیدم به تو بود، تو رو خدا بیا تماشا کن. استاد میفرمود که من نشستم تماشا کردم، گفتم آفرین، اینجا رو چیکار کردی، اونجا رو چیکار. یکم آروم شد، بعد گفت میرم خونم. گفتم نه حالا شبو بمون. گفت نه باید برم، من دیگه آروم شدم. قصه این هست که کسی که حالا شعرام اینجوری هن، مثلا الان این شعر زیبایی که خوانده شد اگه آن خوانده نمیشد احتمالاً تبعاتی داشت، یا مثلا شعرا یا بزرگان دیگر، اصلا کسی یک حقیقت عظیم رو بداند، یک موسیقیدان یک آهنگ جدیدی رو در ذهنش بپروراند، مگه تحمل میکنه که نگه داره حالا فردا میریم مثلا با... نه، اگر واقعا هنرمند نصف شب باید سازشو برداره، باید میزه. شاعر اگر شاعر دوی نصف شب اگه شعری به خاطرش آمد باید بلند شه و بنویسه. مرحوم شهریار میفرمود نصف شب چنان شعرها پشت سر هم میاد که وقت نمیکنم بنویسم، دستم نمیرسه. گفتیم استاد خب یه ضبطی بگیر. گفت اون وقت حواسم نیست که مثلا من ضبط بیارم بعد میپره دیگه، مثلا یه 40-50 بیت شعر در نظرم میاد و من می نویسم، شاید 10-15 بیتش رو تونستم بنویسم، ذهنم یاری نمیکنه. فردا صبح هم دیگه اینها از خاطرم رفته و دست من قدرت این رو نداره که سرعتش نمیرسه به سرعت ذهنم. خب این گونه هست. چون هنر و نقاشی، همه هنرها، هنرهای هفتگانه، همشون پای در عالم عشق دارن. هنر بدون عشق ممکن نیست. و هنرمندهای بزرگ میبینید کارهای جنونمند بیشتری انجام میدهند، و کسانی که جنونمند نباشند و عاشق نباشند هنرمند نخواهند بود. این هم یک حسه ای هست و هنرمندان بزرگ باید خاصیتهای بزرگتری داشته باشند. چون که من از دست شدم در ره من شیشه منه، ور به نهی پا و به نهم هرچه بیابم شکنم. خب وقتی من از دست شدم یعنی چه؟ یعنی عقل من از من فراغ حاصل کرد، عقل من از من دور شد، و آن برای عاشق بهترین موقعیت و بهترین چیزی است که این عقل دوراندیش رو انسان بتونه کنار بگذاره و این عقل محاسبه گر رو کنار بنداره. البته ما منظورمون این عقل از عقل، عقل جزئی هست نه عقل کلی. عقل کلی خود خداوند است و عقل کل خود وجود مقدس حضرت رسول صلوات الله علیه است. اما منظورمون عقل جزء یا عقل ابزاری یا همین عقلی که ما در اینجا میشناسیم و به عقل، عقل فلسفی، عقل تفلسف بهش بگیم، یا هر عقل دیگری که عقلی که منطقی هست، عقلی که دو تا چهار تا می کند، عقلی که می سنجد، عقلی که کارش سنجش کمیت ها و کیفیت ها و زمان و مکان است، این عقل رو می گیم.
وگرنه آن عقل کل و اون عقل برین که جایگاهش بسیار متفاوت است. چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه، ور بنهی پا و بنهم، هرچه بیابم شکنم. خب عقل وقتی که میبینه یه شیشه زمین هست میگه پا تو نذار، ولی عاشق که دیگه اینها رو متوجه نمیشود، هرچه که شیشه که بذارن جلوش اینها رو خواهم شکست. شیشه هم نشان از تعینات دارد دیگه، مستحضری است که شیشه دو وجهه دارد، یک وجهه دو سویی و یک وجهه یک سویی. وجهه دو سویی آن همین شیشه هاست که ما از این ور نگاه میکنیم و آن سوی آن شیشه هم دیده میشود. وجهه تک سویی مانند آینه و آینه هست که فقط تک سو هست و یک طرف هست، ما فقط یک طرف رو میبینیم. و این دستمایه عرفا شده است در این که این شیشه و آینه و یا آبگینه، به تعبیر دیگر این رو باهاش خیلی سخن گفتن و بحثای مفصلی درش کردن. شیشه وقتی که آن طرفش دیده میشود مانند شیشه می که می ریختن و اشعار فراوانی در این مورد هست، و البته آینه هم همچنین که در مباحثمون خواهد بود. اما منظور از اینجا میگه من مست هستم و شیشه هایی که مستان دیگر خورده اند، می رو خورده اند و شیشه ها رو جلوی پا گذاشته اند، چون متوجه نبودن که نباید شیشه رو جلوی پا گذاشت، بنابراین مست این شیشه را جلوی پای ما گذاشته، مستانه و مستی آورده و ما همچون مست هستیم این شیشه ها رو خواهیم شکست. چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه، ور بنهی پا بنهم، هرچه بیابم شکنم، زان که دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود، گر طربی در طربم، گر حزنی در حزنم. خب دنگ یعنی ما در ترکی هم داریم که مثلا میگن دنجلمه، شنیدید حتما، همون دنگه، این هم ترکیه، یعنی این که منو حیران نکن، به معانی متفاوتی گیج کردن، هاج و واج کردن و انسان رو از اون عقلی که هست، از اون عقل کنار کشیدن، اینها رو دنگ میگن. بی خبر، ابله، بیهوش، احمق، همه اینها هم به معنای دنگ هست. البته زان که دلم هر نفسی که من میزنم دنگ خیال تو بود، مدهوش خیال تو است. چون خیال معشوق که دست از انسان بر نمی‌دارد، هیچ وقت نمی‌شود که خیال او از انسان، از ذهن انسان جدا شود. ما وقتی مثلا خدا نکرده یک عزیزی رو از دست میدیم، در روزهای اول میبینید یک غم سنگین عجیبی در درون وجود ما هست که همیشه به یاد ما میفتد و همیشه به یاد داریم آن قضیه رو و همیشه اون رو درک میکنیم. اما بعد از اینکه مدتی گذشت دیگه اون هر لحظه و هر دم بودن و هر نفس بودن رو از دست میده و شرایط دیگری پیدا میکنه. در حقیقت جنون و عشق هم اینجوریه. اینها سخنانی است که گفته میشود و تا علم حضوری انسان به آن پیدا نکند فایده ای نخواهد داشت. عشق انده و حسرت است و زاری، عاشق نشوید اگر توانید. اون شاعر گفت که اگر می توانید عاشق نشوید، چون که حسرت و اندوه هست. ولی وقتی که عشق آمد و در خانه قلب یک عاشق رو زد، دیگر هیچ چیزی او رو از آن جدا نخواهد کرد و کسی که تجربه عاشقانه نداشته باشد او نخواهد فهمید. حافظ می فرماید عاشق شعر نه روزی کار جهان سراید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی، یا از کارگاه هستی. من این در رو بیشتر میپسندم، یعنی اینکه ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی، این کارگاه هستی رو، نقش مقصود رو نخواندی، نمیدانی چگونه بودی، یعنی راه
خواندن مقصود نگارینه این جهان فقط عشق است و لاغیر. اصلا عرفا گفتن که علم حصولی با تعریفی گفتی ممکن نیست. اگر میخواهی چیزی به دست بیاوری و اگر میخواهی معرفت پیدا کنی فقط باید عاشق شدی. غیر از عشق راه دیگری برای حصول معرفت نیست. گویی این که دیگران گفتند راه حصول معرفت نقل است، نمیپذیرند. گفتند راه حصول معرفت عقل است، این رو هم نمیپذیرند. میگویند راه حصول معرفت فقط شهود، آن هم شهودی که هم شاهد و هم مشهود و خود شهود یکی باشد و وحدت در وجود باشد و لاغیر. اگر غیر از این باشد و اگر شاهد و مشهود و شهود سه چیز باشد، در آن صورت به شرک مبتلا شده ایم. در ربوبیت جهان اگر معتقد باشیم بیش از یک وجود مؤثر است، دچار شرک شده ایم. لا مؤثر فی الوجود الا الله، هم خالقش یکیش هم مؤثرش. وقتی که هیچ تأثیری جز خداوند از دیگران نمی آید و نمی باید و نمی شاید، وقتی که هیچ تأثیری از وجود به دست نمی آید غیر از خداوند، در اینجا مسئله روشنه. فقط باید شهود کرد، فقط باید فهمید با درون و آنچنان که عرفا گفتند آینت دانی چرا غماز نیست. گفتند آیا می دونی چرا آینت غماز نیست و آنچه که از انوار الوهیت در او میتابد رو منعکس نمی کند؟ چون که صیقلی نکرده ای، چون که مدتی است دلت را گذاشته ای دم تاخچه، مانند آینه ها گرد و خاک می خورد. مدتی است دلت را به کار نبرده ای. یک تلمبه خون که خون رو در اعضای بدنت، یک جهشی، یک فروزشی، یک آتشی، یک حرکتی، یک چیزی که این قلب رو از اون سردی در بیاورد و حرارت عشق به این قلب و جان بدهد. و این همه سخن همه برای این است که دلی مبتهج بشود، دلی نشاط عشق پیدا کند و دلی دل شود آنچنان که دلبر می‌خواهد و شایسته بردن دلبر باشد. اگر این دل فقط وظیفش پمپاژ خون باشد که به درد نمیخورد، در همه هست این، در همه موجوداتی که قلب دارن و سیستم خونیشون مثل انسان ها هست همین وجود داره. اما آن چیزی که دل رو به انسان میدهد، این دل چیز دیگری است. تلخ کنی تلخ شدم، یعنی من کلن خودم فانی شده ام و هیچ از من در من وجود ندارد، هرچه هست در تو هست و از تو هست و برای تو هست. گفتند مهمترین چیزی که باید بدانی، بدانی که راهت در چه مسیری است، به کجا می روی و از کجا آمده ای. اینها را اگر بدانی مشخصه. این شعری هم که منسوب هست به ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفصی ساخته اند از بدنم، این رو به مولانا نسبت دادند. ولی فکر می کنم مولانا اینقدر می دانسته که از کجا آمده است و به کجا خواهد رفت، شاید از اون منسوبات به مولانا باشد و مولانا چنین سخنی رو، لااقل این بیت بیتی از مولانا نیست. یعنی چه ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود. این حرف برای دیگران اگر میگفتند میپذیرفتیم، ولی از مولانا این سخن پذیرفته نیست.
اتفاقا او دقیقا دارد به ما در مثنوی در دیوان کبیر به ما نشان میدهد که از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت و برای چه آمده ایم. گر طربی در طربم، اگر تو وجودت شادیست من هم شاد هستم. گر حزنی در حزنم، یک حزن هست یک حزن هست. حزن رو بعضی جمع حزن هم گفتند، حزن میتواند جمع حزن هم باشد و البته میتواند که نباشد. در بین علمای ادبیات اختلاف هست، ولی من در منابع عربی دقیق دیدم که حزن رو جمع حزن گرفتند و هیچ ایرادی هم ندارد ما چنین بگیریم، ولی در لغتنامه ده خدا و سایر لغتنامه‌هایی که در ایران نوشته شده هیچ کدام به آن اشاره نشده است. ولی من در لسان العرب یا در چند جای دیگر، تاج اللغه یا چند تا از لغت‌های بسیار مشهور عرب، دیدم که این حزن رو جمع حزن هم گفتن و هیچ ابعاد و استبعادی هم ندارد میتوانیم بگوییم. یا حزن اندوه باشد و حزن جمع اندوه، میتواند هم به شکل مفرد و هم به شکل جمع استفاده شود. تلخ کنی تلخ شوم، لطف کنی لطف شوم، با تو خوش است ای صنم لب شکر خوش زغنم. زغن یعنی چانه، اون به خصوص یا چانه که در گوشه چشم گوشه گونه خوب رویان اتفاق می افتد، چاله چانه را هم بهش گفتن زغن، یعنی چانه. اصل تویی من چه کسم، آینه ای در کف تو. همان بحثی که راجع به آینه داشتیم، یعنی من آینه هستم در کف تو. اگر من به خدا میگوید، جالبه این رو بگم، بقیش رو سریع میخونم تمام میکنم، تا 5 دقیقه تمام میکنم. آینه رو من اگر در دستم بگیرم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر این آینه باشد و من خودم رو ببینم چه کسی رو خواهم دید؟ صاحب آینه رو، آن که دارد به آینه نگاه میکند. حال انتظار داشته باشید خداوند جهان رو آینه ای ساخته است و مقابل روی تجلیات خود گرفته است. اگر این جهان بخواهد ببیند، چرا باید ببیند جز خداوند رو، جز مقام الوهیت رو؟ اصل توی، من چه کسم، آینه ای در کف تو. من یک آینه هستم، در کف تو هستم. تو وقتی نگاه میکنی مرا میبینی، ولی حتی مرا هم نمی‌بینیم. ما آینه رو می‌بینیم. یا مثالی بزنم خدمتتون، شما مثلا یه ساعتی دارید، به ساعتتون نگاه می‌کنید، این ساعت رو دارید پاک می‌کنید، مثلا یه مقدار کثیف شده پاک می‌کنید این رو. بعد یه نفر میگه، به ساعت دارید نگاه می‌کنید، میگه ساعت چنده؟ میگید آها اجازه بده نگاه کنم. بعد می‌بینید که مثلا ساعت مثلا 5:30 هست. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ شما یک بار هست که به شیشه یه اون ساعت نگاه میکنید و به عمقش توجه ندارید. وقتی شیشه رو پاک میکنید میگه ساعت چنده، میگید بگذار نگاه کنم. یک بصیرت دیگری لازمه، یه بصیرت علاهده لازمه. در آینه همین چنین هست. وقتی آینه صاف باشد ما میخوایم پاکش کنیم، اونجا یک منظور هست که سطح آینه، سطح بزاقی که با جیوه یا هر چیز دیگری پوشیده شده است رو میبینیم. اما اساساً کسی که آینه در دستش هست چه کسی رو میبیند؟ خودش رو میبیند. اصلا آینه خودنما بودنشه دیگه. وقتی خداوند به این جهان نگاه میکند چه چیز را میبیند؟ خودش را در آینه میبیند و شهد الله لا اله الا هو. یک رمز و اشارت مهمی بود. وقتی که صاحب آینه به آینه نگاه می کند، در آن وجود خودش و جمال جمیل خودش رو می بیند. اصلا آینگی همین است، غیر از این باشد آینه نیست. وقتی خداوند به جهان نگاه می کند، همه را جلوه خود می بیند.
آیا خداوند نعوذ بالله اشتباه می‌بیند یا جهان جلوه‌ای از وجود اوست؟ حتما جهان جلوه‌ای از وجود اوست و به هر چه که در جهان خداوند می‌نگرد شهد الله انه لا اله الا هو. اصل توی، من چه کسم؟ آینه ای در کف تو، هر چه نمایی بشوم. آینه ممتحنم، آینه هستم که مورد امتحان واقعا. هر چی به من بدی، من آن سیاهی بدی، سیاهی خواهم شد. زرد در برابر آینه زرد قرار دهی، زرد خواهد شد. یعنی آیا آینه از خودش اختیاری دارد؟ آینه از خودش هیچ اختیاری ندارد. بنابراین انسان در برابر خداوند هیچ اختیاری از خود ندارد. هرچه که خداوند در این آینه وجود بشر و در آینه قلب بشر و در آینه جهان، جهان اصغر و جهان اکبر بر می اندازد و نشان می دهد، همان خواهد شد. تو به صفت سر به چمن، من به صفت سایه تو. چون که شدم سایه گل، پهلوی گل خیمه زنم. انسان خوبه که سایه گل باشه. سایه گل بودن فایدهش اینه که کنار گل خواهد بود. بی تو اگر گل شکنم، خار شود در کف من. گلها بدون تو خار است و خارها با تو گل است. همون مفهوم مشهوری که هممون میدونیم. یعنی همه بدی ها در حضور تو خوبی است و همه خوبی ها بدون تو بدی است. دم بدم از خون جگر ساغر خونا بکشم، هر نفسی کوزه خود بر در ساقی شکنم. هر لحظه از خون جگرم ساغر میگیرم و شراب میگیرم که از خون جگر، چون خون هم سرخ رنگه و شراب اعلا و شراب عالی هم سرخ رنگه، شباهتی در این ایجاد شده است. دم بدم از خون جگر ساغر خون، خونی که با آب مخلوط است. هر نفسی کوزه خود بر در ساقی شکنم. این ساقیان درها رو میبستن، اجازه نمیدادن که بیاد. اینا عصبانی شده، خمار بوده و ناراحت بوده، آقا در رو باز کن به ما می بده، کوزه رو زده، اون در رو شکسته. این حالا حالت ظاهرش این میشه. دم بدم از خون جگر ساغر خونا بکشم، هر نفسی کوزه خود بر در ساقی شکنم. دست برم هر نفسی سوی گریبان بودی. گریبان یعنی گلو. دست برم هر نفسی سوی گریبان بطی. این بط چیه؟ با من سنما دل یک دل کن. اونجا این سنم و بط رو معنی کردیم و گفتیم که بط، منظور از بط همان وجود خود خداوند است. دست برم هر نفسی سوی گریبان بطی، جلوه ای از حق تعالی است. تا بخراشد رخ من، تا بدرد پیرهنم، لطف صلاح دل و دین. اما صلاح الدین، صلاح الدین زرکوب که راجبه سخن گفتیم. لطف صلاح دل و دین تافت میان دل من، شمع دل از تو به جهان، من کیم او را لگنم. قدیما برای شمع‌ها یک لگن‌هایی قرار می‌دادن که این اشک و اون موم به زمین نریزه و بمونه و بعداً برای شمع‌سازی استفاده می‌شده. یعنی این که من جایگاهی هستم برای شمع وجود او که در درون من بسوزد و با من بسوزد و به همین دلیل صلاح دل و دین ما باشد. از اینکه وقت دوستان رو گرفتیم اعتذار میکنم و از اینکه یک مقدار هم مباحثمون بنا به این شعری که انتخاب کرده بودیم سخت بود و سقیل بود، عذر میخوام. راجع به ساقی هم انشالله الان فرصت نشد، در شعرهای بعدی، در غزلیات بعدی راجع به ساقی مفصل باید سخن بگیم و راجع به اون تلمیحات و تلبیحاتی که در شعر عرفا دارد راجع به اون هم بررسی خواهیم کرد. از لطفتون بسیار ممنونم و سلام علیکم.